امروز میشم یه آدم 35-40 ساله که میخواد یه سدان اقتصادی و به صرفه از نظر خرابی بگیره ولی چینی نگیره توی بازار ایران و سواری نرم، استهلاک کم و لذت خوبی بهش بده به نسبت قیمتش. تو رده قیمتی 2 تا 2.5 میلیارد تومان الان اواخر دی ماه 1401 انتخابای اینچنینی زیاد نیستن، ماشینایی که اقتصادی باشن و سدان باشن و خانوادگی. یکی از این ماشینا میتونه هوندا آکورد باشه که این مدل 2015 و آخرین مدلیه که وارد ایران شده. رقیب این ماشین هم هیوندای سوناتا، کیا اپتیما، نیسان تینا، تویوتا کمری و خیلی از ماشینهای دیگه تو این رده هستن که شامل سدانای مید سایز یا همون سایز متوسط اقتصادی، نه خیلی گرون قیمت و پر آپشن میشه. بریم ببینیم که این هوندا آکورد که داستانای زیادی هم در موردش هست، ارزش خرید داره تو این بازار یا نه. نسل نهم هوندا آکورد، وقتی میگیم نسل نهم یعنی اینکه یه سابقه طولانی داره هوندا و یکی از شرکت‌های مطرح ژاپنی است که ما بیشتر به خاطر موتوراش میشناسیمش، موتورسیکلتاش. نسل نهم توی ایران هست و از سال 2013 تا 15 وارد شده، بیشترش 13 بود. سال 2012 این محصول به دنیا معرفی شد و تو نسخه 2015 اینجا الان هست، 77000 تا کار کرده. ماشین هم خیلی سالم و تر و تمیزه. توی طراحی میتونم بگم که از تویوتا کمری بهتره، در حد نیسان تینا و یکم از هیوندای سوناتا و کیا اپتیما شاید پایین تر باشه و باز طراحیش از کمری که خیلی تاکسی واره اوضاع بهتری داره. جلو پنجره‌ای که خیلی کروم کاری شده و کروم گنده و یغوری توش به کار برده شده، چراغی که داخلش مشکی است، حالت دودی شده و گرافیک چراغم خوبه. به هر حال برای حدود 10 سال پیش هست، نمیشه انتظار خیلی عجیب غریبی ازش داشت. در مورد طراحیش، توی نمای بغل با یه کشتی میشه گفت بزرگ طرف هستیم. ابعاد خوب، رینگ‌های 17 اینچی با فاق 50 و پهنای 255 که به هیکل ماشین میخوره، کاپوتی که طراحیش یه خورده برجسته است جلوش و بال شده، آینه‌های همرنگ بدنه و کلن این قسمت بدنش خیلی خوب طراحی شده. خطی که جلو یکم برجستگیش کمتره و توی عقب روی گلگیر کامل خودشو نشون میده. کرومکاری دور پنجره به نظر من خوب آوردن، جمعش کردن این تهو و برای سال 2012 بدک نیست نسبت به حتی رقیبایی که داشته. این قسمت عقب، ستون عقب، شیبش خیلی ملایمه و باعث میشه که طول ماشین بهتر باشه و فاصله محوریاش راحت تر باشه برای سرنشیناش. توی رده مید سایز این که سرنشین عقب راحت باشن خیلی اهمیت داره. وقتی به عقب آکورد میرسیم، طراح آکورد کاری کردن که چراغاش بیاد تو چشمون، یعنی انقدر چراغاش بزرگه خوشبختانه، ولی گرافیک خوبی داره و زیاد تو ذوق نمیزنه. اینکه برای 10 سال 11 سال پیش باشه، یکم بی سلیقگی توش به کار رفته باشه، نه اصلا. گرافیک خوب، کیفیت ساخت خوب و رنگ‌بندی خوب. توی صندوق هم طراحی خوب به کار رفته و مخصوصا سپر عقب و یکم پایین‌تر که میایم خوشبختانه دو تا خروجی اگزوز واقعی دیده میشه که به نظر من خیلی خوبه. با اینکه موتور ماشین 4 سیلندره ولی حس 6 سیلندر رو حداقل بهمون القا میکنه که نسخه 6 سیلندر هم این ماشین داره، مثل کمری که 3500 داره این ماشین هم همین جوری بوده. بریم سراغ صندوق ماشین. با صندوق پتوپن طرفیم که عمق زیادی نداره ولی بزرگه و طول زیادی داره، برای همین راحت میتونید دو تا چمدون بزرگ مسافرتی توش جا بدین و هیچ مشکلی هم از این بابت نخواهید داشت. این زیرم یه زاپاست که رینگش با رینگای ماشین یکیه، جا شده که اینم خودش یه نکته خوبی است. برای ماشین سدان خانوادگی متوسط به نظرم ابعادش خیلی خوبه. آکوردی که تو ایران عرضه شده یه موتور 2400 سی سی 4 سیلندر خطی تنفس طبیعی داره که 185 اسب بخار و 250 نیوتن متر گشت آور رو به چرخهای جلو، یعنی محور محرک جلو، انتقال میده و یه گیربکس سی وی تی داره. گیربکس سی وی تیش از نظر لذت رانندگی زیاد خوب نیست به خاطر اینکه دنده‌ای نیست و دنده عوض کنه، ولی از نظر اینکه این ماشین بیشتر اقتصادی طراحی شده و برای اینه که مصرف کمتر داشته باشه و دردسرهای کمتر توی شهر راحت تر باشه، به نظر من سی وی تی بودنش آنچنان بدم نیست. چیزی که توی کمری هیبرید دیده میشه، توی نیسان تینا و خیلی از ماشینای نیسان و بعضی از ماشین‌های تویوتا هست،
توی ماشینم به کار رفته. توی هوندا سیویک هم که توی ایران هست و هوندا سی آر وی هم ظاهرا همین قضیه هست و رنو کلوس، نیسان اکستریل، همه اینا سی وی تی هستن. کمپانی گفته که 0 تا 100ش 9.5 ثانیه است که رقم باحالی به نظر من نسبت به مثلا کمری بنزینی و سوناتای بنزینی، اپتیمای بنزینی، رقمی که ادعای بزرگیه توی بررسی میبینیم. اما نکته حائز اهمیت اینه که این ماشین اول اینکه اصلا لازم نداره که بنزین سوپر ریخته بشه، مثل تویوتا هر بنزینی توش ریختین کاملا اوکی جواب میده. و اینم بهتون بگم که یکی از با دوام ترین ماشینایی هست که میشه کنار تویوتا اسمش آورد و کما اینکه توی آمریکا، بازار آمریکا چندین سال پرفروشترین سدان اقتصادی مید سایز بوده، حتی از کمری هم فروشش بالاتر بوده و همچنان هم رند هوندا توی آمریکا محبوبه، هم به خاطر آکورد، هم به خاطر سیویک و هم به خاطر سی آر وی که نسخه کراس اوور هوندا میشه. ماشینی که خیلی ادعا داره توی قسمت فنی و توی دوام، اما به خاطر محدود بودن خدماتش توی دنیا، کل دنیا نه فقط ایران، یکم انتخابش سخت میشه چون گستردگی خدمات و قطعات تویوتا هیچ برندی بهش نمیرسه توی دنیا، واقعا هیچ برندی بهش نمیرسه. اما هوندا کم از اون نداره، میتونم بگم پا به پای تویوتا تو قسمت دوام و مشخصات فنی حتی بهتر شاید بعضی اوقات از تویوتا ظاهر میشه. بیایم سراغ داخل آکورد 2015، ماشینی که من ذاتاً دوستش دارم، هم به خاطر هیکلش که از کمری هم حتی گنده تره، هم به خاطر سابقه خوبی که داره و دوام بالایی که توی بازارا داشته. رودریا توی این تریم، چون انواع تریم رو داره مثل ماشینای تویوتا و خیلی از ماشینای دیگه کشورهای آسیایی، کره، ژاپن، تریم داخل رودری ترکیبی از پارچه، پلاستیک نرم، یه حالت چوب میتونم بگم و پلاستیک خشکه که این ترکیب بالیش زیاد رنگا توش به کار برده نشده. یه رنگ میتونم بگم قهوه‌ای سوخته با یه کرمی که هم پارچه داره هم پلاستیک. کلیدها هنوزم خوب مونده و بعد گذشت حدود 8 سال، البته کارکردش هم زیاد نیست. صندلیا کلا پارچه‌ای، خبری از چرم و اینا نیست که به نظرم بدم نیست. حالا بعضی موقع خوبه، بعضی موقع بد. اونه که زیاد عرق میکنم مثل من وقتی ماشین سردکن نداره، همون پارچه باشه بهتره. کاملا دستی، خبری از صندلی برقی اینا نیست. تراکشن کنترل داره این بغل زده شده. فرمونش خیلی خیلی شبیه کمری 2015، خیلی زیاد. و صفحه کیلومترش همون وسطش شبیه تویوتا اوریونه، این خیلی جالبه برا من. بغلا هم که دور موتور رو نشانگره حرارت آب و بنزین تا 260 زده، وسطش هم یه حالت کامپیوتر سفری که باحاله. فرمون توی چارجر تنظیم میشه و یه مونیتور اینجا هست که پشت یه شیشه قرار داده شده، یه مونیتور کوچولو هم اینجا، دو تا مونیتور داره، این خودش باحال هست. و کیفیت مونیتور هم در حد همون 10 سال 12 سال پیش. توی بخش تعبیه مطبوع کلیدا بزرگ هستن و کیفیت مناسبی هم دارن. این قسمت یه دونه محفظه بزرگ داریم خوشبختانه، پایینش دوباره یه محفظه دیگه داریم که یه سوکت فقط فندکی داره با یه زیرسیگاری، لیور دنده که کلن مستقیمه و گیرباکس سی وی تی رو کنترل میکنه، روی حالت درایو داره، یه حالت اسپورت داره و یه حالت لورنج که میشه گفت دنده ها رو دیرتر عوض میکنه برای سرازیری، ماشین سنگین تر میره با دنده خوب که فرار نکنه. ترمز پارکش برقیه که این خودش جالبه و هولد بریک زده اینجا که میشه گفت یه شبیه اوتو هولدر، کامل نه ولی شبیه اون آپشن قدیمی است. این قسمت هم که یه محفظه بزرگ جالیوانی بوده که حالا وسطش یه هایلی از اون برداشته شده. این بخش هم یه دونه ورودی یو ایکس، یه یو اس بی و یه دونه فندکی، محفظه خوبیه. زیر آرنجیش هم خوب و رو به جلو صندلی ارگونومی مناسبی داره، در حد میتونم بگم سوناتا، اپتیما، یه ذره از کمری بهتره. داشبورد اینجا پلاستیک نرم خوشبختانه، این قسمت همون جنسی که روی درا به کار برده شده، این پایین پلاستیک خشک، یه سانروف سایز معمولی، جنس سقف پارچه است، نبد نیست خوشبختانه که این خودش خوبه. دنده عقب دوربینش روی آینه میافته، اینجا روی مانیتور نیست،
این نسخه 2015 و 2013 چاره یه آپشنای عجیب غریبی ازشون حذف شده، یه آپشنای روش اضافه شده، بعضی چند ایربگ دارن ندارن، بعضی سیستم صوتیشون بهتر از یه سری دیگه است، یه سری تفاوت‌های خاص داشته، ولی کلاً زیاد وارد ایران نشده، یعنی بگیم تعدادش خیلی بالا باشه. به خاطر همین همیشه مشکل شناخت توسط مشتریان داره که خیلی اصلا نمیشناسن هوندا، هوندا کورت، هوندا سیویک رو توی بازار، و همیشه میرن دنبال انتخابایی که معروف‌تر هستن، مثلا تویوتا یا ماشین‌های کره‌ای. ولی در کل توی جلو ابعاد خوب، کیفیت متریال خوب و امکانات معمولی، نمیتونم بگم امکانات آنچنانی، فقط آینه و ابعاد خوبی دارن و خیلی خوب تو دید هستن. کاپوت هم یکم بالا برجسته است، احساس قدرت میده بهتون، سدان بزرگی هست. و بالا بریم سراغ عقب. توی ردیف عقب رودری دقیقا مثل جلو، کیفیت دستگیرها، کیفیت متریال به نظر من خوبه. همیشه میگم هوندا کم از تویوتا نداره، اگه خدماتش گسترده بود بدون شک مثل تویوتا میترکون. سوار داخل که بشیم، صندلی جلو رو برای خودم تنظیم کردم با قد 184. خیلی راحت، یعنی ببینید قشنگ فاصله پا تا صندلی جلو و فاصله سرم همه چی اوکی. از کمرینا اوضاعش بهتره، از کمری سوناتا اپتیما از اینا اوضاعش بهتره. میتونم بگم منو یاد جنسیس سدان میندازه. جنسیس سدان رو قبلا بررسیشو گذاشتم، همه این ماشین دیگر هم گذاشتم، سوناتا، اپتیما، کمری، ولی راحتیش واقعا خوبه. عقبش خیلی راضیم، جا خوردم اصلا از این فاصله پا. دو تا خروجی کولر زیر آرنجی اینجا، دو تا کاپولدر خوب و دسترسی به صندوق عقب هم هست. خروجی فندکی یو اس بی خبری ازش نیست، ولی همین که بزرگه عقبش برای من خیلی خوشایند بود و پهنای خوبی هم داره، سه نفر توش جا میشن راحت. فاصله پاش عالی بود. حالا اصل جایی که آکورد خودشو نشون میده توی رانندگی هست. دیده به اطراف و جلو خیلی خوبه، کاملا راضی کننده. ماشین خیلی کم سر و صدا و لاستیکای بریجستون روشه، رینگای 17 اینچی، خیلی سر و صدا کمی داره و گیرباکس سی وی تی چون پارو زیاد روی گاز فشار نمیدی و رانندگی عادی همیشه رو دور کم هست، خیلی سر و صدا کم، یعنی بیشترین سر و صدایی که هست سر صدا شاید باد باشه از بیرون بیاد، وگرنه هیچ چیز دیگه ای نیست. و سیستم تعلیق خوب، یه حالت کشتیواری هم داره، میگم خیلی شبیه به جنسیس میزنه، با اینکه ابعادش به جنسیس نمیرسه توی این قضیه، ولی جالبه. هزینه سرویس دوره این ماشین حدود 2500 در میاد با روغن اصلی، 2500 تا 3 تومن، حالا بسته به اینکه کجا چجوری عوض کنین. استهلاک کمی داره، ولی متاسفانه چون کم وارد شده و معمولا هم خدمات پس از فروش هوندا توی همه جای دنیا، نه فقط ایران، یکم ضعیفه توی ایران، خیلی ضعیف‌تر، زیاد راحت نیست موقعی که به تعمیری چیزی بخوره یا اینکه حتی یه جلوبندی ساده سرویس کنین و اذیت میافتین. نمایندگی اینام که اصلا هیچی عملا تعطیل برای این ماشین، و این باعث میشه که بازار خرید و فروشش ضعیف باشه و زیاد خواهان نداشته باشه، خیلی حتی نمیشناسن چون زیاد مطرح نشده و تعدادش هم زیاد نیست توی بازار، وارد نشده آنچنانی. بازار فروشش سخته و یکم به اذیت میافتیم موقعی که بخوایم ماشینو عوض کنیم. فرمون ماشین خیلی نرم و راحته، خیلی زیر دست اوکیه و من میگم خیلی لذت خوبی داره. برای مسافرت واقعا حرف نداره این ماشین و اطمینان خوبی هم بهتون میده. همون تویوتا، شما اصلا فکر نکنید چیز دیگه ای فرق داره با اون. امکانات آنچنان نداره، تو قسمت آپشن اینا میتونم بگم خیلی ضعیفه، و توی قسمت گیرباکس ایناش باز اوضاع یکم عوض میشه، چون توی کمری بنزینی معمولی گیرباکس اتوماتیک، توی سوناتا اپتیموم همینطور، ولی ماشین سی وی تی هست. حالا سی وی تی گفتم به خاطر اقتصادی بودنش بهتره. پامو تخته کنم روی اسپورت میذارم، یکم لول بالاتر میره و شتابگیری خوبی داره، فقط اون قارقاری که روی دور موتور
بالا، چون دیگه عملا دنده‌ای وجود نداره و یه دور پر میکنه، یکم شاید اذیت کنه، اما توی این ماشین خیلی هم آزاردهنده نیست. یعنی مثل ماشین های چینی 1500 سیسی نیست که بد جوری بزنه تو مخ، و شتابگیری خوبی هم داره. یعنی ببینید من الان مثلا راحت ماشین حجا میکنه و تقریبا 100 تا رو پر کرد. این خودش باحاله، چون گیربوکس های سی وی تی همیشه بیشینه گشتاور توی دور موتور ته بهتون میده و لازم نیست دنده عوض کنه دوباره گشتاور افت کنه. این خودش خوبه. توی سرواله لواسون هستیم به سمت لشکرک و سراسده سیستم تعلیق بخوام مقایسه کنم، تقریبا با کمری برابره. با کمری 2014-15 میتونم بگم تقریبا برابره. به سوناتا مثلا 2017 که بررسی کرده بودیم نمیرسه، اون نرمتر از اینا بود و شاید بگم به اپتیمای جی تی لاین هم نمیرسه، اونا درسته بالاتر هستن ولی به اون کلاس سوناتا اپتیما نمیرسه، اما در حد کمری سراسده داخلی اینا خیلی کمه. ادوات داخل خیلی، فقط روی این داشبورد این شیشه ای که جلوی مانیتور بالایی هست یکم اذیت میکنه این شیشه و قشنگ معلومه صداش میاد. ماشین 77 کار واقعیه، خیلی تمیزه، یعنی داخلیناش بکر بکر مونده. این خودش خوبه. کمپانی گفته 9.5 ثانیه طول میکشه از صفر به 100 برسه این ماشین، و بریم امتحان کنیم ببینیم که آیا اینطوریه یا نه. میرسیم به شتاب هوندا آکورد 2015، موتور 2.4 لیتری، تنفس سبیع خطی با 185 اسب بخار، 250 نیوتن متر گشتاور، وزن 1525 کیلویی، منطق سرنشین، با که بنزین تقریبا 35% توشه، ارتفاع سطح دره 1570 متر، گیربوکس سی وی تی که میذاریم روی حالت اسپورتش که مثلا بهتر عکس العمل نشون بده، و اینکه ببینیم چی از در میاد. شروع به حرکت کم سبک و 9.72. ایوان تقریبا میشه گفت مثل آریزو 6، تقریبا مثل اون زن، و با موتور 2.4 لیتری تقریبا 10 سال پیش به نظر من خوب بود، از رقیباش هم بهتر بود. جالب اینجاست که سوناتا هیبرید و کمری هیبرید که از بنزینیاشون بهتر میزنن از اونام بهتر زد، و بنزینیاشون که میره بالای 11، همشون سوناتا، اپتیما و کمری بالای 11-12 میزنن و هیبریدشون هم حدود 10 این از اونام بهتر زد، و همینه که گیربوکس سی وی تی به خاطر نگه داشتن بیشینه گشتاور خوب عمل میکنه. این ماشین گیربوکسش خیلی خوبه، یعنی این سی وی تی اگه رو چینیا بود به جرات میتونم بگم خیلی اوضاعشون بهتر از الان میبود. همین گیربوکس سی وی تی عکس العمل قوی، مطمئن و گیج نزدن خیلی خوبه، که گیربوکس هر جا که شما پاتونو روی گاز فشار میدین بسته به اینکه چقدر گشتاور بخواین همونو بهتون میده. به نظر من بال بود 9.72، تقریبا با کمپانی هم یکیه، کمپانی هم گفته 9.5. کیف کردم باش. شتاب 0 تا 100 رو که دیدین و به نظر من خوب بود به نسبت اینکه گیربوکس سی وی تی هست، هرچند گیربوکس سی وی تی بهتره توی 0 تا 100 گیری به نسبت گیربوکس اوتوماتیک سال 2014-15، ولی این ماشین رو چون رقیباش سوناتا، اپتیما و کمری هست و برای اونو پیچه لواسون رو گرفتیم، اینجا ما دوباره پیچه لواسون رو میگیریم برای ماشین که مقایسه هم کرده باشیم، وگرنه قول داده بودیم که برای ماشین آسیایی پیچه لواسون رو نمیگیریم مگر توالت خاصی باشه. اما این ماشین چون رقیباش هم گرفته بودیم بهتره که خودش هم بگیریم ببینیم که هوندا چجوری عمل میکنه توی هندلینگ، توی شتابگیری که به خاطر سی وی تی بودنش خوبه. فقط نمیدونم فعلا، بذاریم برسیم به پیچه سراتو، پیچه معروف خودمون، و ببینیم که چجوری عمل میکنه. به شدت چرخید،
و من یه ذره فشار آوردم بهش، چرخید، جادم یکم خیس شد الان و زیاد اطمینان نداره. بخوام عقب خیلی گنگ میزنه و اصلا قابلیت اطمینان نداره. ترمزه ماشین هم من تست کردم در حد همون تویوتا کمری هست، یعنی ماشین های ژاپنی تا قبل سال 2017 آنچنان ترمز خوبی نداشتن و اینجا هم همین قضیه دوباره اتفاق میفته. و بخوام من یه گاز بدم، عقب پله پله میزنه، دیرم سیستم کنترل پایداری به عمل میفته و ماشین رو نگه میداره و این خودش زیاد جالب نیست. ببینید ماشین یکم گیج میزنه و در حد همون کمری هیبریده. سوناتا بهتر از این دوتا بود، سوناتا هیبرید و اپتیما هم شاید بگم در همین حد بود. خیلی جالبه که سوناتا قضیه هندلینگش با اینا فرق داشت و اون چیزی که من ازش دیدم خیلی جالب بود، با این که لاستیکاش هم لاستیک کوماهو بود اونی که بررسی کردم، ولی باز اوضاعش از اینا بهتر بود. توی سرباله یه پیچای لواسون مثل همون ماشین رقیبش ما با سرعت زیاد میریم ببینیم که چه عکس‌العملی نشونه. توی پیچ سراتو با سرعت 60 که قشنگ ماشین یه بندری ریز چرخید و اینجا ببینیم که این گشتاور بالای سی وی تی توی پیچ ها زیاد جالب نیست چون نمیتونی شما ماشین رو خوب نگه داری و ببینید ماشین یه ناامنی داره زیر دستمون. اصلا اونجوری نیست که توی ماشین مثلا اتوماتیک هست، برای همین میگم شبیه کمری هیبرید هست، به خاطر همین قضیه است. ببینید الان قشنگ دقیقاً ماشین لنگر کرد، اینجا هم که خیسه و به یه اشارتی بنده این که ماشین در بره یا نه. خیلی هم خوب دور میگیره. این جالب میشه تست سربالی لشکرک رو ببینیم چجور رد میکنه، ولی الان 130 تا میره برای 140 تا. اینجایی که معمولا ماشین اوتوماتیک 2400 سی سی تا 120 تا رو پر میکنن، اینجا هم که خیلی خیسه. ببینید دوباره در رفت سر پیچ سراتو برعکسش هستیم، یعنی رو به بالا و دوباره در رفت. میگم برای فشار نیست، نه این ماشین نه کمری معمولی و هیبرید نه اپتیما نه سوناتا، اینا همشون سدانای اقتصادی هستن که برای رانندگی اینجوریه. آروم گازم بدین بهشون، اصلا نباید مانور بدین. سوار بی ام و سری 53 نیستین که انتظار اونو داشته باشین. هندلینگش در حد همون همکلاسی خودش بود. بعد از این میرسیم به سرباله لشکرک و برنامه رو تمام میکنیم. بریم ببینیم که توی سرباله لشکرک چی نشون میده این سی وی تی و این موتور 2400. توی سرباله لشکرک ما معمولا زیر دوربین 80 تا میریم و از اون به بعد پامون رو تخته میکنیم به بالا. الان زیر دوربین و 80 تا و پامون رو میرسونیم به ته گیرباکس سی وی تی، ببینیم چقدر میره. دور موتور رو تقریبا روی 6800 6700 ثابت نگه میداره و بریم به سمت بالا. ایشاله که هیچ ماشین نیاد جلومون، فعلا که نیست و 140 تا که الان جلومون اومدن. من امتحان کردم تا 150 تا میره که خیلی خوبه و 150 تا برای موتور 2400. رقیبای این ماشین هیچ کدومشون به 120 تا 130 تا نمیرسن، این خودش خوبه. الان این ماشین اومد جلو اون وگرنه 150 تا رو پر میکرد. هوندا برند ژاپنی و میتونم بگم پسر عموی خیلی نزدیک به تویوتا، محصولات خیلی زیادی داره و قبلا خیلی محصولاتش بیشتر بوده. برند لوکس هوندا میشه آکیورا، مثل لکسوس برای تویوتا که هنوز هم توی بازار داره یک تازی میکنه برای پرفورمنس های بالا و مقایسه با ماشین های سوپر اسپورت و
هوندا NSX هم که توی بازی نید فور سپید و اون داستانایی که تو دوران بچگیامون داشتیم برای حدود 15 سال پیش همیشه اسم سر زبونا بوده و بیشترم به خاطر موتورسیکلتاش توی ایران. بخوام مقایسه کنم با رقیباش در حد کمری، در حد سوناتا اپتیما اینا در حد همونا هست، به علاوه این که یه سواری خوبی داره و ابعادش بزرگتره، داخل از کمری سوناتا بزرگتره، امکاناتش از اونا کمتره، خدماتش محدودتره، قیمتش به تبع اینا پایین‌تر میاد، فروشش سخت‌تره و خیلی چیزای دیگه‌ای که توی بررسی گفتم. شما بگین که با بودجه 2 تا 2.5 میلیارد چه سدان خانوادگی میگیرین که با به میلتون باشه؟ خوشحال میشم کانال رو سابسکرایب کنین و کامنت بذارین بگین که با 2 تا 2.5 میلیارد چه ماشینی برمیدارین، یه لایک هم بزنین ما رو بیشتر خوشحال کنین. امیدوارم که لذت برده باشین و همیشه حمایتتون با ما باشه. تا برنامه بعدی، ماشین بعدی، بدرود.